هلو ایوریبادی، چطورین بچه ها؟ خوش اومدین به این ویدیو از کانال یوتیوب میلاد وولف. توی این ویدیو اومدیم چیکار کنیم؟ خیلیاتون خب توی کامنت ها نوشته بودید که درباره ساخت سرور توی وی ام پی بذار، درباره نمیدونم وی ام پی کم بذار و این داستان و اینا. اومدم بهتون چی رو بگم؟ آموزش ساخت سرور داخل نرم افزاره وی ام پی. حالا سوال براتون چیه؟ من توی پارت قبلی هم درباره نصب وی ام پی و توضیحات که وی ام پی می‌خواد اینا بهتون دادم و این چیزا. یه سر جزای کلی من بهتون گفتم که VMP چیه؟ VMP نرم افزاریه که اومده ساخته شده فقط واسه اینکه ما بتونیم ما ایرانی خیلی راحت تر وارد نرم افزار فایدن بشیم و واسه همین داستان دمشون گرم، نرم افزار خیلی خفنی ساختن که تونستیم حالا واردش بشیم و خیلی از کاراشو انجام بدیم، حتی بدون داشتن نسخه اورجینال بازیه GTA V. حالا اینجا برنامه‌مون چیه؟ اینجا برنامه‌مونه که بسازیمش. پس قبل از زدن این ویدیو لایک، کامنت، ساب یادت نره. خیلی میخوام کامنت ها تو انگلیش و فنگلیش بنویس که بهتره کنیم و عشقه من بریم سراغ ویدیو. Let's go. بچه ها الان ما اینجا ما داستانمون چه اینجا ما آمدم توی سایتی بنام vmp.ir. وقتی که شما اینو سرچش میکنید داخل گوگل، لینک های من تک تکشون در دیسکریپشنمون هست. وقتی که اینو سرچش میکنید داخل گوگل، یه قسمت براتون میاد به نام vmp.ir هم. داره که بهبود و تجربه نمیدونم چی و چی و چی تموم شده رفت. حالا اینجا زده اگه دانلود vmp داریم، یه مستندات. این مستندات شما که بزنید میرید توی سایت vmp community، یعنی اون سایتی که اصل کاره vmp. این گوشه براتون یه لاگین و یه ساینین میاره. ساینین رو بزنید یا ای که مثلا میبینید اکانت دارید لاگین رو بزنید و لاگینش بشید که مثل من بشه، براتون اکانتتون این بالا بیاره. منم خودم تازه ساختم و اینکه اومدم اینو بهتون کامل یاد بدم. حالا شما روی مستندات میزنید، یه سایتی هم هست به نام artifact.vmp.ir. همونطوری که 5M یه سری artifact یا یه سری پیش نیاز داره، اینا هم یه سری پیش نیاز داره دیگه، یه سری پیش نیاز VMP داره که شما باید حتما اینا رو داشته باشید واسه ساخت سرور 5M یا همون سرور VMP یا سرور رول پلی. حالا اینجا یه ریکامندد داره، یه نسخه‌ای که توصیه شده، یه نسخه‌ای هم داره که آخر نسخه‌ای که اومده 3/12/2024 اومده. حالا شما میتونید از این ریکامندد استفاده کنید یا اینکه از نسخه‌ای که جدید اومده استفاده کنید. حالا من نسخه جدید رو مثلا دانلودش کردم و میخوام روی اون داستان بهتون یاد بدم. حالا توی VMP، چون که من همونطور که بهتون گفتم VMP هرچی که چیز میز داره و اینا مجزای نسبت به 5M، از VMP حواستون باشه که یک سری از توضیحات مثل لایسنس، آرتیفکت و یک سری گزینه‌های مختلف توی VMP مجزاست نسبت به 5M. یعنی 5M رو میرفت توی خود سایت 5M دانلود میکردی، VMP هم توی سایت خودش دانلود میکنی. حالا من اینو دانلودش کردم، واسه اینکه بخوام سرورم رو بسازم میام چی کار میکنم؟ میام توی مثلا یه نصب درایوام یا میام توی همون دسکتاپ هم یه کلیک راست میکنم و نیو فولدر میسازم. اسم نیو فولدرتون رو هر چیزی که دوست داشتید بذارید. مثلا زدم میلاد وولف سرور، دوبار من روش اینتر میزنم میرم داخلش. حالا من اینجا من چی رو دارم؟ اینه که من الان همون آرتیفکت که دانلود کردید از این سایت آرتیفکت یا همون هر ورژنشه که دانلود کرد و باز کنید به صورت وینرار هستش. من اینو بازش میکنم و توش یه سری توضیحات دارم. همش رو ازم کنترل آ کنید و بگیریدش و همه رو درگ اند دراب کنید یا اکسترکت تو کنید به سمت میلاد وولف سرور یا همون فولدری که با نام اختصاصی خودتون ساختید. من میفرستم اینا رو اینجا واسه همش نزم میاد اینجا. حالا من اینجا من یه fx server.exe دارم، اینو بازش میکنیم. بازش که میکنیم بهمون چی میده؟ بهمون دو تا لینک میده و یه پین. شما دو تا لینک رو یا باید توی کروم یا فایرفاکس یا هر جای باز کرده، اینو میاد بالا. این بالا نوشته لوکال هاست 4125.123.140.178 نمیدونم چی. لینک اول واسه وقتی که شما میخواید توی همین کامپیوتری که روی سرور ران کردید بیاریدش بالا. لینک دوم مال اینه، مثلا من روی این کامپیوتر سرورش رو روشن کردم، میخوام با استفاده از کامپیوتر رفیقم این کامپیوتر رو سرورش رو مدیریتش کنم، میام از طریق اون وصل میشم این طرف و اینو مدیریتش میکنم. پس حواستون باشه من از لینک اولی استفاده میکنم، بعض وقت هم خودش میاره اینو بالا.
یه پین هم این پایین نوشته به صورت 4 رقمی که شما باید بنویسید توی این قسمت که از شما پین میخواد. مینویسم و لینکش میکنم. میره داخل سایت تیکس ادمین یا همون نرم افزار سایت مدیریت کننده سرور من. یه دیسکورد آیدی میخواد که چطوری بتونید اینو پیدا بکنید کار نداره. توی نرم افزار دیسکورد اون پایین سمت چپ، براتون من این ویدیوش میذارم که اون پایین سمت چپ روی قسمت اسمتون کلیک میکنید، برای کپی دیسکورد آیدی کلیک میکنید و میاد اینجا و اینو پیستش میکنید. یه پسورد هم میخواد، الان پسورد هر چی که خواستید میذارید واسش. مثلا من پسوردمو دومیشو همین دوباره میذارم براش و میاد داخل سایت تیکس ادمین. اول کار خب یه نکست میخواد، یه سرور نیم میخواد، اسم سرورتون میزنم میلاد ولف وی ام پی. نکست رو میزنم، 4 تا گزینه داره. 1 پاپولار، نمیدونم چین که ریکامندد، یعنی که توصیه شده خود تیکس ادمینه که میاد یک سری از سورس هایی که خودش به صورت آماده داره رو برای شما میاره بالا و خیلی راحت شما روش میزنید و این سرور جدیدو بهتون میده. یه سرور دیتا داره، اکسایتینگ سرور دیتا. وقتی که شما ریسورس های کامل یک سرور رو داشته باشید میتونید از این گزینه استفاده کنید که این گزینه رو من توی ویدیوهای بعدی بهتون کاملا یاد میدم. یا ریموت یو آر ال تمپلیت دارید، یه سری از سایت ها میان یک سری گروه سورس ها رو همه رو از دم یه لینک بهش میدن و با توضیحات اینا این لینک رو میگذاشتن مثل گیت هاب و اینا داخلش. این لینک رو شما کپی میکنید میذارید اینجا، میاد اونا رو همه رو دونه دونه به ترتیب دانلود میکنه و به ترتیب استارتشون میکنه سورس ها رو. این به درد ما نمیخوره. یک کاستوم تمپلیت هم داریم که خب اصلا مهم نیست فعلا. من میام روی پاپولر، اینجا یه سری لیست سرور بهم داده، نمیدونم وارپی CFX دیفالت رد ام، این که ما در رد ام اصلا کاریش نداریم، روی وی ام پی اصلا مهم نیست و اینکه اینا مال رد ام، این دو تا این ستا که مال 5 ام رو ما باشون کار داریم. یه ESX لگاسی داریم و کیوبیکور فریم ورک. حالا من واسه اینا میام مثلا روی کیوبیکور فریم ورک کلیک میکنم تا دیگه یه جاییو بهم بگو که من اونجا برات فایل ریسورستو بسازم. میام چیکار کنم؟ همون فولدری که با اسم دلخواهم ساختم و میام داخلش، یعنی فولدر توش میسازم به نام ریسورسز و مکانشو با کلیک کردن این بالا و کنترل سی زدن یا کلیک راست و کپی زدن کپی میکنم و اینجا اینو میذارم و سیوشو میزنم. اینجا زده که نمیدونم اوکی و این داستانه شما بزنید گو. یه سری لیست آورده براتون، اینا رو هیچ کار نداریم، اینا رو همطور آورده که ببینید. میبینید و دکمه نکست رو میزنید. میگه که حالا بهم لایسنس کی بده، چه شکلی بتونید لایسنس کیه وی ام پی او دریافت کنید. میاد داخل قسمت لایسنس، میاد داخل قسمت وی ام پی، زده جنریت لایسنس فروم وی ام پی، لینک از دیسکریپشن ویدیو هست. میاد براتون توی همچین جای، مگه من بیام توی اینجا میتونم، من اینجا میاد براتون لاگین میکنید، لاگین که میشید میاد داخل، یه نیو سرور میزنم، زده دیسپلی نیم مثلا میزنم میلاد ولف سرور، جنریت میزنم بهم یه لینک جدید میده، روی آیدی میزنم و میام اینجا این دکمه کپیو میزنم اینجا و وقتی من دکمه کپیو میزنم میام اینجا و اینو به شکل کامل پیستش میکنم. حالا یه دیتابیس قراره واسه ما بسازه. دیتابیس چه شکلی میسازه؟ شما این سرچ کنید دانلود XAMPP. واسه چی؟ واسه اینکه شما بتونید نرم افزار دیتابیستون رو دانلود کنید. میاید اینجا و آخر نسخه ای که مثلا از این سه تا هر کدوم که به نظرتون اوکی دانلود میکنید و میاید نصبش میکنید و زمانی که شما لینکش زیر دیسکریپشن ویدیو بازم هست و زمانی که شما میاید اینجا دوتای اول رو استارت میکنید مثل قدیم، دوتای اول دکمه استارت میزنید، زمپتون رو نصب میکنید، باز میکنید و دوتا خط اول دکمه استارتاشون رو میزنید که استارت شده باشه و بعد میاید اینجا ادامه کارمون رو پیش بریم. دیتابیس نیم، اسم دیتابیست میخواییم مثلا چی باشه؟ میام من اینجا مثلا نیستم میلاد ولف سرور، هر چیزی که میخواید. اگه که دیدید این قسمت رو ندارید و این شکلی صفحتون، شما روی Show Hide Database Options کلیک کنید. میام اینجا و میلاد ولف سرور رو میزنم، حالا رانش میکنم، رفت سراغ این که اینا رو سورس ها رو به ترتیب دانلود بکنه و واسه من اینستال کنه و یه دیتابیس هم واسه من بذاره. حالا صبر میکنم تا اینا تموم بشه، سرور من ران بشه و من بتونم وارد سرورم بشم. خب الان اینا همش ازم تموم شد و ما اومدیم سراغ بخش بعدی. اینجا اومد کل server.cfg ما رو بهمون نشون داده که نمیدونم درباره لایسنس کی، درباره اسم سرور، هاست نیم، همه اینا رو زده که شما میتونید به ترتیب تغییر بدید. مثلا من اسم هاست نیمم زدم میلاد ولف
VMP server یا حالا هر چی که هاستین رو تغییر میدید و میرید سراغ Save and Run Server. شروع میکنه به روشن کردن سرورتون، به شکل کامل سرورتون رو میاره بالا. توی CMD هم نگاه کنید، عملا CMD مانیتور شده روی این صفحه و این داره کاملا اینا رو اینستال میکنه که سورس های شما رو بیاره بالا. حال تا داره میاد بالا، من سری VMP من باز میکنم که بتونیم کانکت بشیم و ببینیم سرورمون توی VMP اومده یا نه. میام داخلش. دو تا راه دارید به کانکت شدن به سرور. یک، اینکه از طریق این دکمه که به صورت اتوماتیک براتون میاد بالا کانکتش بشید. دو، اینکه توی F8تون بنویسید کانکت لوکال هاست، اینو مینویسید براش و مینویسید در حال اتصال به سرور و یه تاییدی ازتون میخواد، تاییدش میکنید. حالا دانلود اضافه داره یا دانلود کم داره، دانلود میشه سرورتون و به راحت کانکت میشه. صبر میکنیم تا کانکت. خب اومدم الان داخلش، مای کاراکترز رو میزنم، میام یه کاراکتر درست میکنم، میلاد وولف نمیدونم، اینا میزنم مثلا اینجا، اینم اینجا، مثلا اینا هر چی که دوست داشتم و میزنم و کریتش میکنم. به همین راحتی من اومدم سرور VMP مو ساختم و وارد شدم. پس هیچ کاری نداشت با فایبم. بچه ها حتما حتما یادتون نره که لایک کنید این ویدیو رو، سابسکرایب کنید چنل رو و کامنت انگلیش و فینگلیش هم بذارید. دوستتون دارم بچه ها خیلی زیاد، عشق منید اینستا و اینا، یادتون نره که حتما حتما فالو کنید. میبینم هاتون بچه ها ویدیوی بعدی، ایده ایسته داشتید کامنت در خدمت. واسا بلاد واسا بی چشه دافه سب سره واسا بی پول خلاف کردم دوتا لاماری، دو سال زندگی میکردم تو استانبول قاچاقی، رپم شده برا چبی دی ام تی خالص، اومدم بالا تکی الان تیمت زیر ماه، میخونم تا وقتی که توی ریه ویده نابه.